آشپزخونه مهری بانو خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه این دسر پاناکوتای سرنگ که خیلی خوشمزه است رو با هم آماده کنیم. چهار تا لیوان شیر رو روی حرارت ملایم میذاریم و 15 تا قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه میکنیم. اینو هم میذاریم تا کاملا شکرتون در شیر حل بشه. شیرتون که به این مرحله رسید که شکر کاملا توش مخلوط شده، نیازی نیست دیگه شیر جوش بیاد. شیرتون رو برمیداریم. 4 تا قاشق غذاخوری پودر ژلاتین رو به همراه نصف لیوان آب سرد مخلوط کنید و کاملا هم بزنید. یک دست بشه. وقتی کاملا یک دست شد اینو بنماریش میکنید. رو حرارت کتری میذارید تا کاملا یک دست بشه و ذراتش آب بشه. من اینو رو حرارت کتری گذاشتم تا کم کم این باز شه از هم دیگه. رو حرارت مستقیم نباید بذارید. پودر ژلاتینتون هم به این مرحله رسید که باز شده از هم یک دست شده، کافیه. 200 گرم خامه صابونه داریم که میذاریم کاملا آب بشه، یک دست بشه ولی نجوشه. خامه روون شدهمون رو به شیر اضافه میکنیم. مخلوطش میکنید. ژلاتین بماری کردمونم بهش اضافه میکنید. مخلوطش میکنید. مایه دسر پاناکوتامون رو به سه قسمت مساوی تقسیم میکنیم. تو یه قسمتش نصف قاشق چای خوری وانیل اضافه میکنیم و هم میزنیم. کاملا حل بشه. تو یکیش هم پودر نسکافه 2 قاشق غذاخوری اضافه میکنید و کاملا مخلوطش میکنید. دو تا قاشق پودر کاکائو رو یه مقدار اول با آب جوش مخلوط کنید که کاملا حل شه و به مایه دسرتون اضافه میکنید. داخل یخچال میذاریم تا این خودش رو کاملا ببنده. حدود 2 ساعت کافیه. 2 ساعتیه که دسر ما توی یخچال بوده، آوردیمشون بیرون.
خودشونو کاملا گرفتن و میخوای مرحله دوم انجام بدیم. شیر و خام نسکافه ایمونو حالا روش میریزیم تو مرحله دوم. آهسته بریزید. مقدار اندازتون باید با کاکائوی یکی باشه. دوباره اینا رو توی یخچال به مدت 2 ساعت میذاریم. دوباره 2 ساعت گذشته، ما وانیلی رو بهش اضافه میکنیم. این دفعه کارتون که تموم شد، بین 6 تا 7 ساعت درون یخچال میذارید که کاملا خودشو ببنده. دسر پاناکوتای سه رنگ ما آماده شده. دسرهای دیگه هم هستش پاناکوتا با طعمهای مختلف که ایشالله تو جلسات بعدی آموزش میذارم براتون. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.